jugador del mundo, Cristiano. بازیکنان بزرگ فوتبال یه عالمه طرفدار دارن و خیلی ها عاشق اونها هستن، اما خب بعضی وقتا هم موقعیت هایی پیش میاد که کل یک کشور از یک بازیکن متنفر میشن که واقعا موقعیت های عجیبیه. من حامدم و اینجا چنل ورزش ها با توی این ویدیو رفتیم سراغ پارت دوم فوتبالیست هایی که کل یک کشور از اونها متنفرن. لطفا لایک ویدیو، سابسکرایب چنل و صد البته فالو کردن پیج اینستاگرام ورزش هاب رو هم یادتون نره تا از ویدیوهای ورزشی بیشتری بهره مند بشی. خوب میریم سراغ مورد اول، کریستیانو رونالدو. کریستیانو رونالدو یه عالمه طرفدار در سراسر جهان داره و خیلی ها هستن که برایش سر و دست میشکنن، اما خب یک کشور هست که تقریبا همه در اون از رونالدو متنفرن. در سال 2019 رونالدو به همراه تیم یوونتوس برای تور قبل از شروع فصل به کره جنوبی رفت. در اون تور مسابقه‌ای بین تیم یوونتوس و ستارگان لیگ کره برگزار شد و رونالدو قرار بود در اون بازی به میدان بیاد. بلیط‌های این مسابقه هر کدوم $340 بودن، اما خب همه‌شون به فروش رفتن و میشه گفت که همه به عشق دیدن رونالدو در زمین اومده بودن. 63,000 نفر در استادیوم حضور داشتن، ولی خب رونالدو در ترکیب اصلی حضور نداشت. از اون بدتر هم این که او تمام مسابقه رو روی نیمکت گذروند و اصلا وارد بازی نشد. از قیافه خندانش هم در اون بازی میشد فهمید که اصلا با این قضیه مشکلی نداشته. وقتی که مسابقه رو به پایان بود و معلوم بود که رونالدو دیگه به بازی نخواهد اومد، تماشاچی‌ها شروع به رفتن از استادیوم کردند. اونهایی هم که هنوز نشسته بودن انقدر از نیومدن رونالدو به زمین عصبانی شدند که به خاطر درآوردن هرس رونالدو شروع به فریاد زدن اسم مسی کردند. در تلافی هم رونالدو از دادن امضا و عکس گرفتن با طرفدارها و صحبت با رسانه‌های کره امتناع کرد. این اتفاق انقدر بد بود که حتی فدراسیون فوتبال کره رو هم ناراحت کرده بود و کار به جایی رسید که یوونتوس به تخطی از توافق متهم شد. اونها گفتن که توافق شده بود که رونالدو باید حداقل 45 دقیقه رو بازی کنه. یوونتوسی ها هم برای اینکه از خودشون دفاع کنن گفتن که رونالدو در اون بازی مصدوم بوده. اما خب با این حال مقصر اصلی توی چشم کره ای ها کریستیانو رونالدو هست و دیگه زیاد از او توی کره خوششون نمیاد. سرجیو راموس. اگرچه سرجیو راموس در رئال مادرید به شدت محبوبه، اما خوب میشه گفت که سرجیو راموس بازیکن چندان جوانمردی در زمین نیست و خیلی ها هستن که از او خوششون نمیاد. اما خوب در طول دوران فوتبالی سرجیو راموس اتفاقی افتاد که باعث شد کل یک کشور از او متنفر بشن. در طول فینال لیگ قهرمانان اروپای سال 2018 سرجیو راموس از قصد محمد صلاح رو مصدوم کرد و کاری کرد که او بازی رو از دست بده و از زمین بیرون بره. این کار راموس پتانسیل حمله لیورپول رو به شدت کاهش داد و رئال مادرید 3-1 بازی رو برد. اما خب کار این مدافع اسپانیایی هرگز فراموش نشد. مصری ها که 100% طرفدار محمد صلاح بودن از این کار راموس بسیار خشمگین شده بودن و برای برهه‌ای او دشمن شماره 1 مردم مصر بود. خیلی از مصری ها شروع به تهدید و ناسزا گفتن به راموس در فضای مجازی کردن و حسابی از دستش کفری بودن. کار انقدر بالا گرفت که حتی یک وکیل مصری به نام واسن واگبد از فیفا درخواست غرامت 1 میلیارد یورویی رو کرد. دلیل درخواست این غرامت رو هم صدمه روانی که این کار راموس به مردم مصر زده اعلام کرد. این پایان کار نبود و مردم حتی برای اعتراض به این قضیه به خیابون اومدن و درخواست کردند که راموس برای همیشه از فوتبال بازی کردن منع بشه. با اینکه خیلی وقت از این قضیه گذشته، اما خب این جور که بوش میاد مصری ها سایه راموس رو هم با تیر میزنن و او باید حواسش باشه که سر و کلش اونورا پیدا نشه. آندرس اسکوبار. در سال 1994 تمام کلمبیا کنار همدیگه اومدن تا از تیمشون در جام جهانی حمایت کنند. در یک بازی در مرحله گروهی کلمبیا در مقابل آمریکا قرار گرفت و کار داشت 1-1 مساوی پیش میرفت. اما خب روی یک صحنه مدافع کلمبیا آندرس اسکوبار به صورت اشتباهی یک گل به خودی زد و باعث شد که آمریکا برنده شه و کلمبیا خیلی زود در مرحله گروهی از جام جهانی حذف بشه. میشه گفت که اون روز تمام کلمبیا از دست اسکوبار عصبانی شدن، اما خب یک سری از رئیس‌های کارتل مواد مخدر در کلمبیا خیلی عصبانی تر شده بودن. دلیلش هم این بود که اونها یه عالمه پول رو روی برنده شدن کلمبیا شرط بسته بودن و اینجا بدجوری باخته بودن و مقصر اون رو هم آندرس اسکوبار میدونستن.
برای همین هم فقط 10 روز بعد از این گل به خودی او توی خونه خودش در کولومبیا به قتل رسید و 6 گلوله بهش شلیک کرده بودند. این قتل هم توسط فردی به نام هومبرتو مونیز کاسترو انجام شد که بادیگارد دوتا از رئیس‌های کارتل بود، برادرها پدرو و سانتیاگو گولون. آندرس بیچاره به خاطر یک اشتباه که اون رو هم از قصد انجام نداده بود، توسط کولومبیایی‌ها دور انداخته شده بود و بهای اون رو هم با جونش پرداخت کرد که واقعاً آدم رو غمگین می‌کنه. رحیم استرلینگ. در مسابقات یوروی قبلی رحیم استرلینگ موفق شد همه دانمارکی‌های فوتبال دوست رو به شدت عصبانی کنه. در طول نیمه نهایی رقابت‌های یورو دانمارک در مقابل انگلیس قرار گرفت و مسابقه 1-1 شد و بعد از اون کار به وقت اضافه کشید. در یک صحنه رحیم استرلینگ در محوطه جریمه حریف خودش رو به زمین انداخت و موفق شد یک پنالتی بگیره. خیلی از کارشناسا میگفتن که این پنالتی نبود، اما خب حتی VAR هم با تصمیم عجیب داور موافقت کرد. بعد از اون هم انگلیسی ها پنالتی رو گل کردن و به فینال رسیدن. این هم حسابی طرفدارهای دانمارکی رو عصبانی کرده بود و واقعا از دست استرلینگ شاکی بودن. اما خب احتمالاً اونها به خاطر شکست خوردن انگلیس از ایتالیا در فینال دلشون یکم خنک‌تر شده. مارکو ماتراتزی. اگر فوتبال دوست باشین حتما این صحنه رو یادتونه. آخه کیه که کله معروف زیدان به ماتراتزی رو یادش نیاد؟ این کله ماتراتزی رو تبدیل به دشمن شماره 1 فرانسوی‌ها در اون برهه کرده بود. در فینال جام جهانی سال 2006 ایتالیا در مقابل فرانسه قرار گرفت و اونها 1-1 مساوی بودن و بازی به وقت اضافه کشید. اما فقط 10 دقیقه مونده به ضربه‌های پنالتی ماتراتزی یه چیزی به زیدان گفت که باعث شد او از شدت خشم با کله بره توی سینه او. ماتراتزی روی زمین افتاد و از درد به خودش میپیچید. بعد از اون هم زیدان کارت قرمز گرفت و ایتالیا هم در ضربات پنالتی بازی رو برد. سالها بعد از این قضیه مشخص شد که ماتراتزی به خواهر زیدان توهین کرده و باعث شده که او اینطوری حسابش رو برسه. زیدان خودش در این مورد گفته: تو میتونی یک کل محکم رو تحمل کنی، یک تکل خطرناک، توهین به خودت، اما خب وقتی که به خانواده‌ات توهین میکنن باید سریع جوابشون رو بدی. از اون طرف ماتراتزی قسمتی از تقصیر رو به گردن گرفت، اما خب نگفت که مقصر اصلیه. او گفته: چیزی که من گفتم احمقانه بود، اما من سزاوار همچین عکس‌العملی نبودم. تو از یک غریبه توی خیابون‌های ناپلز، میلان و یا پاریس چیزهای بسیار جدی‌تری رو می‌شنوی. مادر من در سن 15 سالگیم فوت کرده و برای همین من هیچ وقت به مادر زیدان توهین نمی‌کنم. من در مورد خواهرش صحبت کردم، اما الان هیچ اهمیتی نداره. من اصلاً از دستش ناراحت نیستم و هرگز هم نخواهم بود. اما دوباره زیدان از اون طرف گفته که حاضره بمیره تا با ماتراتزی دست بده و خیلی از فرانسوی ها هم همینجوری مثل زیدان از او متنفرن. خوب نظر شما راجع به این بازیکن ها و کارهایی که باعث شده کل یک کشور از اونها متنفر بشن چیه؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال فارسی هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.